موضوع بابک خرمدین و پدرش اکبر خرمدین من صحبت کردم گفتم آقا به این قضیه مشکوکم دیدید که یک روز نشد اومدن گفتن بله ایشون دخترشم کشته دامادشم هم کشته همین جور کشته شدگان داره ادامه پیدا میکنه یکم این ماجرا ادامه پیدا کنه ایشون قتل جمال قاشقچی رو هم به گردن میگیره یه دفعه ببینید دوستان همینشه باید به قول زنده یاد مانوک خدا بخشیان لابلای خطوط رو خوند من رفتم نشستم این مصاحبه های این آدم رو نگاه کردم همین پدر بابک خورمدین اکبر خورمدین مصاحبه مادرش رو هم نگاه کردم میخواستم این آقا جمهوری اسلامی چی میخواد از توی دل این داستان بیرون بیاره خوندم خوندم خیلی این ورون ورون ور بعد خب یه جنایت عجیب قریب هست دیگه شما بخواید یه آدم رو ورداری بکشید و تیکه تیکه کنی به این آسونی که نیست شما حساب کنید مثلا شکم یه آدم که بخواد پارشه توش روده هست میده هست مری هست اصلا بوی تعفنش آدم رو حالش رو به هم میزن یه گوسفند رو میخوای بکشی آدم بالا میخواد بیاره یعنی کار خیلی آسونی نیست این کار حالا هرچند که ب... 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 مثلا موارد دیگه مثل فرزندت باشه و فلان باشه و سخت حالا دونه 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 اینا رو بعدش هم بله من هیچ این آقا هم عکس اینجوری هم گرفته بود که ما هیچ ناراحت نیستیم و اینا حقشون بود و خیلی راحت بعد با دادستانی هم میگه که امر دیگه ای ندارید خداحافظ شما و خیلی قشنگ اصلا انگار یک نفر نشسته انگار خود بابک دی نشسته اینها رو سناریو بندی کرده و یه فیلم ساخته بعد حالا مثلا یه جا دوست آر... با... دوست دختر همین خواهر بابک خرمدین خور آرزو خورمدین میاد بیرون ببینید اسم فرزندانش هم همش اسمای ایرانی انتخاب کرده آرزو خرمدین بابک خرمدین افشین خرمدین بعد مثلا این آرزو خورمدین اه... پدرش نمیدونم بهش تجاوز میکرده بعد یه جا دیگه میاد میگه که نه این آرزو خرمدین وقتی خواستن دامادشون رو بکشن خودش هم همراه پدرش بوده یه داستان سناریوی عجیب و غریب ساخت همه اینا رو خوندم من به یه, یه مطلب رسیدم در مصاحبه آقای اکبر خرمدین چی گفته میشه اجازه بدید مصاحبه آقای اکبر خرمدین رو گذاشته بودیم اینجا درون مصاحبهش با بالا پایین کردن این صحبت ها چی گفته میشه پدر و مادر وی فاقد عقاید مذهبی بودند و دارای عقاید ملی هستند من میدونستم که این کار یه جایش بومیده میده دوستان یه جا... این همه سغرا کبرا چیدن و داستان چیدن فقط و فقط برای چی بوده؟ برای تخریب ملیگرایی در ایران تخریب میهن پرستی در ایران الان میبینن که چه میزان گروه های ملیگرا در ایران زیاد شدن چه میزان برنامه های ملیگرا در ایران طرفدار دارن همین الان برنامه ای ما رو ببینید بسیاری از هموطنانمون بی بی سی نگاه نمی کنن اینترنشنال نگاه همین برنامه ای یک ساعته ای ما رو نگاه میکنن و میآموزن از میزان پیام ها در اینستاگرام من میفهمم در خود این یوتیوبی که فیلتر هست مقایسه کنید با شبکه هایی که میلیون ها بودجه دارن مثل ایران اینترنشنال ببینید چه میزان افراد میان و تماشا میکنن برنامه های ما رو اینها فقط برای اینه که ملیگرایان رو تخریب کنن پدر و مادر وی فاقد عقاید مذهبی بودند و دارای عقاید ملی بودن این همه سقرا کبرا سقرا اینو کش اونو کش به اون تجاوز کرد بابک و تیکه کرد فقط برای اینه که بگن که بله ببینید این فرد ملی، ملیگراها اینجوری هم تیکه تیکه میکنن فرزندان خودشون رو میکشن میزنن یعنی هر چیز گندی که مربوط به خودشون هست رو بیارن به ماها نسبت بدن به چسبونن به ماها میدونستم این داستان بو میده میدونستم این داستان یه جایش باید یه همچین موردی بزنن بیرون بعد قاتل رو چه کسی میذارن یه ارتشی شاهنشاهی یه آدم باشرف میخوام بگم چون من قاضی نیستم که مشخص کنم ایشون واقعا کشته یا نه ولی میخوام بگم که یه آدمی که ارتشی بوده برای کشورش جنگیده یه آدم ارتشی شاهنشاهی بوده آدم با شرفی بوده برای مملکتش خدمت بچه هم که میبینید اسامی همش فارسی حالا معلوم نیست به ایشون چی دادن خورد که اومد اینجوری اعتراف کرد و دیگه کم مونده قتل جمال قاشقچی رو هم ایشون به گردن بگیره شاید هم از همین واکسن ها زدن از راه دور کنترل میکنن آقا تو اینو باد بگی اونو بگی دیگه اختیار طرف دست خودش نیست این عزیزانمون که آهن رو باشدن حالا تو بخش بعدی بهش میپردازیم همه این کارا رو کردن که ملیگرایان رو تخریب کنند میهن پرستان رو تخریب کنند سوجه رو کردن یا حالا اگه سپاهی بود هیچ موقع این حرفا رو نمی زدن. اگه بسیجی بود اصلا این خبرها بیرون نمی اومد این برای این موضوع بود دوستان خیلی خیلی سر این قضیه دقت کنید تو دام اینها نیفتید ببینید زمانی که یک خبر یک دفعه مثل توپ صدا کنه بی بی سی بگه اینترنشنال بگه جمهوری اسلامی بگه نمیدونم اخبار ساعت دوی جمهوری اسلامی بگه صدا سیما بگه ایرنا بزنه ایسنا بزنه عصر ایران بزنه نمیدونم روزنامه خبر جنوب بزنه نمیدونم آیندگان همه اینها یک دفعه یه خبر رو پوشش بدن من میگم این قضیه یه خورده میده چون اینها بیخود یه چیزی رو باد نمیکنن اونم تو این شرایط تو این شرایط چیزی رو اینجوری بزرگ کردن مشکوک و این مشکوکیت رو ما از همون روز اول به من تلقین شد به من الهام شد به من الهام شد که اینا یه کاسته زیر نیم کاسته دارند. دوستی به اسم رضا اگه اشتباه نکنم پرسیده که یعنی پرسید درود اگه این شخص ملی ملی گرا باشه چرا باید فرزند خودش رو که یک نام ملی داره به این شکل بکشه همه اینا مشکوکه رضای عزیز ما میگیم این قضیه مشکوکه من هنوز معتقدم این قضیه خود پدر بابک خورم دید بیاد ساعتها بشینه اعتراف کنه من میگم قضیه مشکوک هست تو این مقطع حالا میخوان برای چه،, چه کاری انجام بدن میخوان ذهنیت مردم رو به قول حسام عزیز که الان پیام دادن نسبت به ارتشیان و شاهنشاهی از بین ببرن نسبت به ارتشی ها از بین ببرن نسبت به افراد ملی از بین ببرن چه نقشه ای این وسط دارن چون باید نشست رو دید یه تیکش رو دیدیم که این فرد فاقد عقاید مذهبی بوده و فاقد و دارای عقاید ملی بوده پدر و مادرش حتی یه تیکش رو دیدیم یه پازلش رو براتون من کشیدم بیرون گذاشتم اونجا حالا شما خودتون هی پازل های دیگر رو جمع کنید کنار هم بچسبونید